هما ناطق در سال 1315 خورشیدی در ارومیه به دنیا می آید. در کودکی به همراه پدر و مادرش به تهران مهاجرت می کند و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در تهران به پایان می رساند. پدر هما مهندس راهسازی است. خانواده پدریش از مشروطه خواهان آذربایجان و خانواده مادریش از ثروتمندان آن منطقه بودند. همزمان با دوران تحصیل هما احزاب و گروه های سیاسی از طیف های چپ، ملیگرا و طرفداران دربار در فضای سیاسی کشور فعالند. حزب توده با عقاید چپ از فعالترین احزاب این دوران است و در بین جوانان محبوبیت زیادی دارد. رشد در چنین فضایی هما ناطق را به تاریخ و سیاست علاقمند می کند و در نیمه دهه 30 برای تحصیلات دانشگاهی راهی فرانسه می شود. لیسانسم و دکترام را در فرانسه گرفتم و مدت 13 سال مقیم فرانسه بودم. در فرانسه عضو کنفدراسیون دانشجویان بودم. گرایشات توده‌ای داشتم. در کنفدراسیون دانشجویان به نفع اونا رای می‌دادم و به نفع اونا کار می‌کردم. تنها چیزی که فکر می‌کنم من در این دوره نجات داد این رشته بود که انتخاب کرده بودم. که رو همین تاریخ ایران بود و شروع کرده بودم راجع به تاریخ ایران کار کردن، برای اینکه رساله دکترای من خودش در ربط با سید جمال‌الدین افغانی بود و جنبش‌های مختلفی که در ایران کردن، چه یک دوره تاریخ ایران در قرن 19 هم بود. در دهه 40 گرایش به فعالیت مسلحانه علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی طرفداران جدی در میان دانشجویان چپ در داخل و خارج از کشور پیدا می‌کند. تحت تاثیر دوستان من که رفته بودم به جنبش‌های چریکی در ونزوئلا و چین و اینها، تحت تاثیر اونها گرایشی پیدا کرده بودم به جنبش چریکی در ایران، بدون اینکه اصلا کوچکترین مطالعاتی یا چیزی میگم عمیق داشته باشم. خلاصه تحت جو موجود انتخاب کرده بودم یکی از این گروه‌ها. در نتیجه چیزایی هم که میخوندم همین پراکنده بود، یعنی در جهت یک بینش یا در جهت یک نگرش و اینها نبود. و اینها در رابطه مثلا با شوروی بدون چون و چرا هم استالینیسم رو قبول داشتم، هم لنینیسم رو قبول داشتم، همه این حرفها، و سمپاتی خلاص خیلی زیادی به شوروی بدون اینکه حتی یک لحظه از نظر سیاسی بتونم فکر بکنم، یا اینکه حتی راجع به تاریخ مملکت خودم گذشتید که اینا با ما چه کردن، و حتی راجع به اینها هم نمیخواستم مثلا بیاندیشم. هما ناطق در سال 1348 همزمان با انتشار رساله پایان نامه‌اش در فرانسه به ایران باز می‌گردد. من اصلا محیط ایران تجربه نکرده بودم، ولی طبیعی بود که هیچ حرف سیاسی نمی‌زدم. یعنی مطلقا نه افکار چپی ارائه می‌دادم، نه نمی‌دونم چه، خیلی هم ترسو و خیلی هم محافظه‌کارانه. اون سال کتاب سید جمال‌الدین من که در فرانسه خود منتشر شد، سید به دست دکتر نصر رو نمیدونم، اینا که هم مذهبی و اینا هم بودن و اونا اندکی خود سید جمال و فلان، دکتر نصر به پدر من چیز داد که به فلان کس بگید که بیاد در گروه تاریخ دانشگاه ادبیات درس. من هنوز سال اول هنوز تدریس نمی کردم، یعنی من تو دانشگاه استخدام بودم، پول می گرفتم، اما تدریس نمی کردم. من توی اتاق نشستم تحقیق. به این شکل خود ما وارد دانشگاه شد. رشتم قاجاریه بود، ولی مثلا آمدن اول یه تاریخ دادن عثمانی. طبیعی بود من تو اون جنبش های استقلال طرب، حتی جنبش دراویش، نمیدونم عثیان ها، خب اینها رو هم درس میدادم. بعد تاریخ خاورمیانه رو دادم. خب تاریخ خاورمیانه پر بود از این جنبش های چریکی، به خصوص در ربط با سوریه، به خصوص با ادبیات معترض، جنبش بیداری اعراب، همه اینها رو من تدریس میکردم دیگه. هما ناطق در دهه 50 در کنار تدریس در دانشگاه، پژوهش‌های خود درباره تاریخ معاصر ایران را به چاپ می‌رساند.
دهه 50 از سوی دیگر اوج فعالیت مسلحانه علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی است. من از 1352 بعد از اینکه خلاصه این چیزهای مسلحانه در ایران به وجود آمد و اینها و سازمان فدایی دیگه شکل گرفت و مسئله سیاه کل به وجود آمد و اینها، در هر حال شاهد این رشد جنبش دانشجویی، اگر بگم بشه رشد گفت و اینها، بودم. اول شعارها شروع کرد تغییر کردن. سال به سال شماها میدیدید که شعارها در ربط با این جنبش‌های استقلال طلب، نمیدونم الجزیره و کوبا و همه اینها، داره سیاسی تر میشه و خلاصه روی کرده به جنبش مسلحانه حتی در شعارهای دانشجویی دیده میشه. نمیشه گفت که ما تحت تاثیر این حماسه نبودیم. من یادمه که خودم سر کلاس در اون روز رفتم و این جمله خودمه، برگشتم گفتم که برای اولین بار لفظ حماسه در ایران مفهوم پیدا کرده، برای اینکه ما میبینیم که دی جان برکف که این لفظش وقت معنی نداشت در تاریخ ایران، چنین آدمای به وجود آمدن. دانشجویان مرتب خلاصه به تحت تاثیر همین گروه های سیاسی نظامی و اینها به کوچکترین تلنگر و به کوچکترین بهانه جنبش دانشجویی میرفت که شکل قیام میگرفت. این میدین این جنبش دانشجو همیشه میانگین این نارضایی هاست دیگه، شعار میده که همگانی و همه پسند و اینا، همه گیر و اینا. اما یک چیز دیگه ای هم به وجود آمد. به نظر من یک اشتباه و یک خطای خیلی عظیمی هم به وجود آمد که در خود بطن جنبش چپ بود. سالهای 1353-54 بود که ما دیدیم یک جزوه در اون وقت چاپ شد، اسم برخی از استادان توش، دانشجویان خصوصا به این استادها انتماد نکنید، به خصوص به استادهایی که در دروس مارکسیستی میدن و یا اینکه در دروسشون از مارکس و اینا استفاده میکنن، برای خاطر اینکه اینا تحریف سوسیالیسم، اینا تحریف مارکسیسم و اینها خلاصه نما وابسته هستن، اینا نمیدونم عمال شاه هستن. یعنی خود چپ شروع کرد همه رو دهن همه رو بستن و سانسور. شما یه حرف گنده میزدین یا یه حرف جرأت میکردین میزدین، فوری یکی سر کلاس پامشون میگفتش که حتما با ساواک زد و بند داره کی نگفتی. این همون نطفه این داستان، این که فلانی لیبراله که امروز میبینید و اینا، از همون جا پا شد. من یادمه که خودم تایید میکردم اینو. این زمین سازانه این از خود این بچه های چپ بودن که به وجود آوردن و امروز نمیتونیم ما اینو منکر بشیم، ما خودمون مقصر بودیم در این. از سوی دیگر هما ناطق شاهد رشد تفکرات اسلامی در دانشگاه ها و مطرح شدن مبلغان این اندیشه ها در سطح جامعه روشنفکری است. آل احمدیسم باب روز شد، غرب زدگی آل احمد. آل احمد در 1356 اولین بار به آسانی از توی سانسور گذشت و در آمد و علنی چاپ شد. اما در زمینه دولت اول نگاه کنید، شروع کردن به برنامه های تلویزیونی گذاشتن که آنچه خود داشته بیگانه دارن. در هفته های گذشته صحبت از فقر معنا و اینکه فقر معنا گریبان نما بلکه بسیاری از جوامع رو گرفته، جوامع هر اندازه پیش رفته تر و همون نسبت در قلمرو معنا پس رفته تر و وامانده تر. نمونه می خواهید کشورهای غربی. اینا هم مال دور شاه و اواخر دور شاه 55 و 56. غرب تمدنش متده، در غرب خبری نیست، همه چیز مال مشرق زمینه، دنیا نگران مشرق زمینه. کتاب آقای دکتر احسان نراقی که ما همه چی داریم، ما عرفان داریم، عرفان بزرگترین فلسفه است که جای مارکسیسم رو میگیره، مارکسیسم امروز پوسیده است، تجربه شوروی نشون میده که به چه روزگاری افتاده. آقای فردید آمد در شورای دانشگاه گفتش که این که در غرب دانشجویان علیه غرب عصیان میکنن بیجاست، علیه فرهنگ منحط غرب، علیه چیز، در حالی که عصیان دانشجویان در شرق بیرواست، برای خاطر اینکه اینها ما اگر اسلام راستین رو به اینا بفهمونیم اینا عصیان نمیکنن. قرآن اولین نسخه ای که علیه غرب زدگی در جهان به وجود آمده. این حرف آقای فردید. حالا اگر نگاه کنید آقای سیاوش کسرای از حزب دوده والا پیامدار محمد با آن عبای نازنینت برون، آقا ظهور می کند از بطن دستا، اینم که مال جعفر کوشاباد. می برند مردم دلیر ما،
سوی قصر و قلعه ها از شمال و شرق ما. در دوران انقلاب هما ناطق با ترجمه و نوشتن مقاله با نشریات سازمان فدایان خلق همکاری می کند. گروهی که با مشی مسلحانه در انقلاب علیه نظام پادشاهی شرکت دارد. سازمان فدایی مفهوم واقعی کلمه اتفاقا یک سازمانی بود ملهم از جنبش های چریکی خاورمیانه. خیلی هم نه مارکس خونده بودن اینا، نه لنین خونده بودن، اما چگوارا خونده بودن. بالاخره این کوبا یک چیز داشت و اینی که الگوی شوروی نبود انقلابش، الگوی ملی بود. سازمان فدایی اولیه که 1305 به کلی همه رفتن به غیر از دو سه نفر روی یک الگوی ملی و ضد توده‌ای و ضد شوروی بنا شده بود. اهمیتش هم همین بود، یک نوع بیشتر اخلاق چپ بود تا خود چپ، برای اینکه از برخورد اندیشه این چپ زاییده نشده. چپ زاییده اختناقه، چپیه که خودش میخواد به عنوان ستم زده جای ستمگر رو بگیره. این قدرت داره، این میخواد بگیره قدرت، جای جانشین قدرت بشه. نباید بینشی نمیبره، او به دموکراسی احتیاج نمیتونه داشته باشه برای رسیدن به قدرت، اون برای سرکوب میتونه احتیاج داشته باشه به قدرت برسه، اونم در این مملکت عقب مانده. سازمانی که اون تمام مدت توی این دانشگاه این جنبش های دانشجوی رو پخته بود، یک دفعه 1356 تبدیل شد بگه یه اعلامیه داشت سازمان که اون وقتی داشتن تشکیل میشون که نخیر، مهمترین خطر شاهه، اینکه این اسلحه میخره مسکن نمیده چیچی نمیده، شعارهای ما رو عوض میکنیم، مبارزه طبقاتی هیچ، مبارزه علیه شاه. خب کی میبره؟ اون خمینی که هر روز اینجا از تمام تلویزیون ها میگه باید بره، همون حرف بود. و چپی که میرفت یه مبارزه دموکراتیک بکنی در جنبش های دانشگاه، مثل همون سخنرانی های دانشگاه صنعتی، شب های شعر فلان، تبدیل شد به اینکه دنبال روی آقای خمینی که باید بره باید بره. اون میگه ما با کمونیست ها همکاری نمی کنیم. این میگه خب مسئله ما که کمونیست نیست، مسئله ما شاهه، اول شاه بره. این مردمی که روز اول آمده بودن شما اگه شعاراشون چیز میکردی میگفت آزادی بیان، آزادی اندیشه، هیچی جزی نمیخواست، مستشاران امریکایی اخراجن در حد واقعا شعور و در حد واقعیت اجتماعی خودش میخواست و بسیار عالی بود. دیدیم که ادهی پیداشتن تو این تظاهرات دارن شعاران از دست مردم میکشن پایین، شعار گل سرخی، شعار آزادی، آزادی بیان، حیف هی کتب اینا ساباکن. منم گفتم آن. من گفت گفتم اینا امال ساباکن. عقل ما نرسید که کمیته شعار درست شده و خود کمیته شعار که آقای طالقانی و سنجابی برسرشن با این مخالفت میکنن با دانشگاه سنگر آزادیست. چرا دانشگاه؟ گفتم نه این اتحاد رو برهم میزنم و فلان و چیزا، نه این شعار از اینجا بره. این انقلاب انقلابه که بعد شروع شد، زود شروع شد و تحریف که شد ما نفهمیدیم، خر شدیم خلاصه. پنجشنبه 26/11/57 دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل جلسه داد و اولین گروه از جنایتکاران مرکب از نصیری رئیس سابق ساواک و مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران، رضا ناجی فرماندار نظامی اصفهان. روزی که دادگاه‌های اسلامی تشکیل شد ما سکوت کردیم. من اون روز اگر چپ بودم و انقلابی بودم میبایست میگفتم آقا خسروداد شما حق ندارین اعدام کنین، خسروداد اگرم خیانت کرده بیاریم محاکمش بکنین. خودم رفتم یک اعلامیه نمیشم که تو کتاب جمعه چاپ شده که آقای مهندس بازرگان اگر از تو گله کنین چنان است که از خود گله کرده باشین، چرا که تو نخست وزیر منتخب ملت ما هست. من نمیشم اینا،
چه فرهنگ حاکم توده‌ای باشه، چه فرهنگ حاکم سلطنتی، چه خمینی، اینا دست به دست هم دیگن در کشتار فکر و در کشتار اندیشه و ما گرفتار این فرهنگ حاکم بودیم. منم که به عنوان روشن فکر چرخیدم رفتم توی این هواداری آسمان و شروع کردم به ما این سازمان کار کردم، منم ناگزیر بودم که در این سرکوب شرکت کنم دیگه، در سرکوب اندیشه و سرکوب بگه حتی سرکوب خودم. اولین تظاهرات زنان بود علیه نظام خمینی و واقعا داشت میلرسوند، زنا بسیج شده بودن، حتی زنای چادری بودن. بلند شدم رفتم توی یک سالن ورزشی دانشگاه، گفتم آقا تظاهرات دیگه نکنید، الان وقت تظاهرات نیست. یعنی چی؟ یعنی وحدت کلمک خمینی میگه دیگه. و تظاهرات زنان رو من برهم زدم، یعنی عامل برهم زدن تظاهرات زنان بود، برای اینکه گروه های چهارم تحت تاثیرم بودن، برهم زدن. افسرده همه آمدن گفتن خانم ناطق چرا این کار میکنی؟ این درست نخواهد شد، این سرکوب بیشتر و من استدلال کردم بگی سازمان گفتو، گفتم نه این درست نیست و فلان چیزانی، با اینکه خودم تایید دلم باور نشد ولی این خیانت رو به زنان ایران من باعث شدم، بانی شدم در اون دوره. باور کنید انگار که منطق از من گرفته بودن، انگار که من فکر نمیکردم. برای ما مسئله در ایران به نام حجاب وجود نداره و اگر قرار باشه که آزادی ما، استقلال ما به قیمت این باشه که ما حجاب سر بکنیم، من فکر میکنم که همه زنان ایران یک رست حاضرن که این حجاب حتی سر بکنن، اگر به این قیمت باشه که ما از امپریالیسم و از خلاص بشیم و بتونیم نهادهای رژیم گذشته رو در هم بکوبیم و به استقلال و آزادی برسیم. اگر این بهایی است که باید پرداخت، ما میپردازیم. تو روزنامه کار نوشتن که اینا همه طرفداران بختیار بودن که رفتن، اینا ضد انقلابی هن، اینا لیبرال هن، حجاب در این جامعه مطرح نیست، مهم نیست، که منم پا به پایم که آقا مهم نیست، پتو سرمون میکنم اصلا خرابش آزاد، اصلا بدون این که فکر کنم که اون کسی که به من میگه چگونه بپوش همون خواهد بود که من میگه چگونه بیندیش، این دوتا با هم دیگه لازم ملزومه هم دیگه هستن. ما خیانت کردیم، نه تنها به خودمون، به همون انقلابی که انقدر ازش تعریف میکنیم. ما بزرگترین خائنان به انقلاب بودیم، نه آقای خمینی. آقای خمینی از اول تو ولایت فقیه همین حرف رو میزد، من احمق بودم که نفهمیدم. من در زمانی که شاهود از دانشگاه اخراج شدم ولی بعد از انقلاب دوباره به دانشگاه برگشتم، بعد از انقلاب سر کلاس تدریس کردم و واقعا اینو میشه گفتش که در یه مدت 5-6 ماه محتوای دروس و اینها در دانشگاه فوق‌العاده بالا رفت. اولا این بچه ها این دکه ها رو گشودن در دانشگاه و یه دفعه استادا متوجه شدن که بچه ها دارن بیشتر از اینا کتاب میفروشن و بیشتر دارن کتاب میخونن، دیگه به جزوه تن نخواهن داد، دیگه به اینکه بیا تاریخ شاهانه که کلاه ناصرالدین شاه چه شکلی بود این بچه تن نمیده، این داره الان بالاخره آثار میخونه، شما نمیدید چقدر کتاب فروخته میشد و حتی استاد میمند از دانشجو کتاب میخواید، در نتیجه اینها مجبور میشدن برن که درس ها رو تهیه بکنن، استادای جدید و جوان استخدام شدن، درست حق و تدریس دارن ولی استادای تازه نفس به دانشگاه را، و خود بچه ها میمدن احتیاجات خودشون رو میگفتن، محتوای دروس رو تنظیم میکردن. حقیقتا یک بهار، این شما نمیشه منکر شد، دانشگاه در بعد از انقلاب اون بهار آزادی بود که میشد دید. از یه ور شما میدیدی که بچه اعلامیه زده که میریم در ترکمن صحرا، نمیدونم شوراهای دهقانی چه میگه، از اون ور میدیدی که روبروش یکی زده که ترکمن صحرا رو با خاک یکسان میکنیم، پدر شوراهای دهقانی هم در میاریم. عجیب بود، یک نفر نمیرفت اعلامیه اون یکی پاره کنه. انجمن اسلامی کنار بچه های چپ دکه داشت و بچه های چپ یک قرون از مال اون بر نمیداشت، انجمن اسلامی از مال اینا بر نمیداشت، دانشگاه به این خاطر بستن. این دموکراسی که انجمن اسلامی رو تحت تاثیر قرار داده بود، این آزادی بیان، گفتن آقای آیت بیاد درس بده، هیچ کس مخالفت نکرد، گفتن بیاد، خودش نیامد، گفتن نمیدونم آقای چمران بیاد درس بده، همه گفتن بیاد درس بده.
هیچ چپی هم حتی مخالفت نکرد. البته این روح جنبش دانشجویی بودا، نه روح سازمان ها، نه روح سازمان های سیاسی. میدونید تجربه جنبش دانشجویی بود که در اختناق سر برده بود و اینو باید مدیون اونا باشیم، وگرنه سازمان ها هر چقدر میتونستن اینا سرکوب میکردن که تن ندید. شما باور نمیکنید همه سر کلاس های هم دیگه شرکت میکردن. یعنی جنبش دانشجویی به غیر از این گروه های سیاسی، جنبش دانشجویی چیز خیلی اصیلیه. من یک کلاسی داشتم اداره میکردم به نام امپریالیسم. این یک درس جنبی بود، یعنی درسی نبود که بچه ها اختیار کنن، درس آزاد بود و نمره اینا نداشت، به درخواست خودشون گوش میدن، جزء برنامه هامون نبود. خب واقعا مثلا 300-400 من گاهی میمدن شرکت میکردم اینا. منتها گفته بودیم که امپریالیسم در جنبش سرکوبه، بیان این بچه هایی که زندان بودن، حتی جزوی درسی شده بود، یا بیان نحوه اون سرکوبی رو که هر کس طبق عقاید خودش کشیده در این زندان ها اینو بیان بکنه. به این نعمت آزرمو نمیدونم نسیم خاطر اینو اون گفتم من یه همچین درس دارم، بیاین تجربه های خودتون رو بگید و اینا، بگید که این بچه ها بتونن طوری هم بگید صادقانه بگیم بچه بتونه یادداشت برداره اینا. گفتیم از زندانیان مذهبی هم بگیم، میگیم بیا. خب دانش همه پذیرفت. نعمت آزرم اومد شروع کرد راجع به زندان گفتن و که آقا نمیدونم چه، بعد وسطش علیه خمینی شعر خوندن اندکی علیه چی، چون نظرش بود دیگه. ما هم گفتیم دموکراسی و آزادی و یه دیم یک پاسدار با خشا و با فلان با 3-4 نفر بارشت آمده نشست. بعد نعمت شروع کرد و اینا شعر خوندن، این بچه ها گفتن آزم شعرم بخون اینا، شروع که شعر خوندن و اینا. حالا منم نشستم رو جز دانشجو اینا، یک دفعه این پاسدار پاشد گفت چطور شما به خودتون اجازه میدید که ایشون بیان راجب امام این حرفو بزنن، راجب مذهب اینو بزنن، و اینها راجب اعدام این حرفا رو بزنن، چه بگن اینا. مردم منم، دانشگاه مردمیه، منم نماینده مردم. ریختن خواسته توی چی یخی ماری گرفتن، نشون به اون نشون که همون کلاس به نام خلق تعطیل شد و به نام دانشگاه مردم دیگه هم نذاشتن کلاس برقرار کنه. یعنی این نعمت آزرم هم داشتم اونجا تیکه تیکش میکردم با من که فرار کرد. بعد هم که رفته شروع کردم به اعلامیه پراکنده علیه خودمون و علیه استادا و اینها. بعدم گفتن که تو لانه جاسوسی سند درآوردیم که شما با کاگبه ارتباطات دارین و این سند توی اسناد لانه جاسوسی از تلویزیون هم خواهد اون دو. بعدم خونه سرریز کردم. ما رفته تبدیل شدیم به عنصری که دیگه نمیتونستیم بریم دانشگاه. هما ناطق یک سال بعد از انقلاب مجبور به ترک ایران و اقامت در فرانسه می شود. تا پایان عمر به کار دانشگاهی و پژوهشی درباره تاریخ معاصر ایران می پردازد و کتاب ها و مقالات متعددی در این زمینه به چاپ می رساند.